بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به یه قسمت مهمی از فصل 3، حل سوالات ویژه. با توجه به قضیه‌ای که خوندید، مسائلی که حل کردید، میخوایم بعضی مثالایی که ویژه تره، حالا یکی دو لول بالاتر از کتاب، خیلی هم نه، از اون مطالب استفاده کنیم و این تمرین‌ها یا مثالا رو حل کنیم. سعی می‌کنیم 7 تا سوال به درد بخور تو این کلیپ حل کنیم. خوب گوش بدید، خصوصا بعضی از سوالات تو تستا خیلی کاربرد داره. چرا؟ چون توی تعریف اصلی لوزی ما چی داریم؟ لوزی به چارزلی گفته می شود که اضلاعش با هم برابر باشند، یا به متوازی الاضلاعی که اضلاعش برابر باشند. یکی میگه آقا مربع چی؟ خب مربع هم این لوزیه دیگه. خب در چه صورت این مربع میتونه باشه؟ مربع در صورتی که ABCD مستطیل نباشه، مربع باشه. پس اگه این ABCD من مربع باشه، شکل داخل هم مربع در میاد. خب مربع هم نوعی لوزیه. اما فعلا این اثبات کنیم. بچه‌ها قبول دارید اگر ثابت کنم این 4 تا مثلث، یعنی این 4 تا مثلث گوشه ها، اگه ثابت کنم هم نهشته، اون وقت تو اجزای متناظرش خود به خود اینها هم، این قرمزا هم برابر میشن و وقتی برابر شدن شکل لوزیه دیگه. خب پس هر 4 تاشو با هم دیگه میرم. میتونید 2 تاشو بگید، میگه آقا طبق همین اثبات 2 تای بالا هم همینجوری مثلا اثبات میشه. من نه، میخوام هر 4 تاشو بنویسم. این سوالات سوالای ویژه است، یعنی سعی شده یکی دو لول از کتاب بالاتر باشه. این جلسه و جلسه بعد بیشتر از این سوالات حل میکنیم. خب ببینید، آ با بی با دی با سی با هم برابر است. میگه آقا آ مساوی بی مساوی سی مساوی دی. یکی میگه آقا 2 تا می نوشیم، چرا میخوایم هر 4 تا رو با هم هم نهش بگیم؟ چون هر 4 تاشو میخوایم با هم هم نهش بگیم، یعنی مثلا هم نهشتن با هم. پس اینجا فرضای من 4 تایی میشه. دیگه چی داری؟ مگه ام نگفته وسط عاده؟ اینا گفته وسط مستطیل. پس این تیکه با این تیکه برابر میشه، اینجا هم با اینجا برابر میشه، خب اینم با این برابر میشه، یکیه. خب اینا رو بنویس. میگی آقا عاده با ام دی با PS با PB برابره. AM MD BP و PC. یه دونه دیگه هم چی؟ AN با DQ، فرق نداره جابجا بشه اینجا، با Q3 با NB. حالا 4 تا چیه این؟ 2 ضلع و زاویه بین. نگاه کن، 2 ضلع و زاویه بین از این با 2 ضلع و زاویه بین از این با 2 ضلع و زاویه بین از این و همچنین، یعنی زاد ز زاد. مثلثای AMN هم نهش با NBP هم نهش با PCQ هم نهش با MDQ. خب این که هم نهش باشه، وقت از هم نهشتی اینها اینجا جلو جا نیست، من اینجا می‌نویسم. نتیجه میگیریم تو اجزای متناظرش، یعنی ادامه اینا، تو اجزای متناظرش نتیجه میگیریم که این قرمزا برابرن، یعنی MN برابر با NP برابر با PQ و برابر با MQ. حالا که اینا برابرش عین نتیجه میگیریم، پس MNQP یا MNPQ چیه؟ لوزی است. یکی میگه آقا فرض و حکم رو چرا ننوشتیم؟ دیگه حالا اون تو مسئله ها میتونید بنویسید، میتونید ننویسید. تو قضیه ها ما خیلی تاکید داشتیم فرض و حکم بنویسید، مگر اینکه تو مسئله از شما بخواد حتما فرض و حکم بنویسید. فرض کنی، حالا اگه گفته باشه فرض و حکم بنویسیم، تو فرض بنویسید چی؟ همین این میشه فرض، تو جمله اول میشه فرض، جمله دوم میشه حکم، یعنی دقیقاً این اتفاق میفته. این میشه فرض، این میشه حکم، این تیکه میشه حکم. بیایم اینجا سوال دو، ببخشید سوال دو. ثابت کنید در هر ذوزنقه متساوی الساقین دو زاویه مجاور قاعده با هم برابرند. من بکشمش ببینید، یه ذوزنقه دلخواه نامگذاری میکنی اما متساوی ساقین باشه، یعنی این با این برابر باشه. اسمش بذاریم آ ب س د. فرض اینه که آدی با ب س مساویه، حکم اینه که ثابت کن زاویه دی با زاویه سی با هم برابره و همچنین زاویه آ با زاویه بی. یکیش اثبات کنم کافیه. پس فرض داریم در ذوزنقه آ ب س د چی ساقا برابر، یعنی آد مساویه ب س. یا به جای میتونستی بنویسی چی؟ ذوزنقه آ ب س د متساوی و ساقین است. بعد حکم باید ثابت کنیم زاویه دی مساوی زاویه سی. خب میدونیم میگه اگه زاویه دی مساوی زاویه سی باشه مکملاشون هم با هم برابرن، یعنی آ هم با بی برابرن. همیشه تو ذوزنقه بچه‌ها دو تا زاویه مجاور به ساق مکملن تو هر ذوزنقه، نه متساوی ساقین. یعنی زاویه آ به علاوه زاویه دی میشه 180، زاویه سی به علاوه زاویه بی 180. تو همه ذوزنقه‌ها این هست، چه متساوی ساقین چه ذوزنقه دلخواه. خب برای اینکه این اثبات راحت‌تر انجام بشه از خط کمکی استفاده میکنم. خط کمکی من کدومه؟ از آ عمود میکنم به قاعده مقابل، از بی هم همچنین. اون وقت اگه ثابت کنم مثلث آ د هاش با مثلث ب س هاش بریم هم نهشتن، اگه اینا هم نهش باشن تو اجزای متناظرش خود به خود زاویه دی هم با زاویه سی برابر میشه. اما این دوتا چرا هم نهشتن؟ دلیل هم نهشی خب چون خط کمکی اضافه کردن، خط کمکی گفتیم باید حتما اشاره بشه. میگیم اثبات. حالا اینجا اثباتشو میتونستیم بنویسیم، میتونستیم از نقطه آ یا از دو رأس آ و بی دو خط عمود بر قاعده چی رسم میکنیم؟ سی دی رسم میکنیم. بچه‌ها میدونید که دو خط عمود بر یک خط با هم موازی هن. پس این شکل من دستم گذاشتم میشه، یعنی آ هاش هاش پریم ب مستطیله. چرا؟ چون این که با این موازیه طبق تعریف ذوزنقه. اینم خود به خود با این یکی موازی میشه. پس این شکل میشه مستطیل چون اینا هم 90. وقتی مستطیله یعنی آ هاش با ب هاش پریم برابره. اینجا یه استاپ بده. این دوتا قائم الزاویه هن. گفتیم اگه قائم الزاویه بود اولویت با چیه؟ وتر و یزل. خب یزلش که اینجا هماهنگ این سروسات چیده شده، وتر هم مساوی خودش گفته دیگه. از این تابلوتر چجوری بگه؟ آده مساوی ب سه، آده هم مساوی ب سه، این وتر مساویه، اینم که چون شکل مستطیله از اینجا نتیجه میگیری. بنابراین میتونی حالا بگی هاش مساوی هاش بریم هم میتونی بگی، یا اما تو حالت وتر و یزل یا وتر زاویه تون نیازی به نوشتن 90 نیست. اینجا میشه وتر و یک زل. اون وقت مثلث آ د هاش هم نهش میشه با مثلث ب هاش بریم سه. اون وقت تو اجزای متناظرش این اتفاق میافته، یعنی چی؟ دی مساویه بی میشه. خب ما همینو میخواستیم. بریم سوال بعد. ثابت کنید در هر مثلث متساوی الساقین، یعنی الان اینجا تا اینجا با اینجا تا اینجا یکیه، ارتفاعهای وارد بر ساق یا ارتفاعهای وارد بر ساقها با هم برابرند. خب فرض حکمش رو بنویسیم بد نیست. فرض داریم که آب در مثلث ABC متساوی ساقین است. اینو بنویس آقا، بیا نمیخواد این. میگه آقا این ABC چیه؟ متساوی و ساقین. حکم باید ثابت کنم BH مساوی 3H پریمه. خب قبول دارید اگر ثابت کنم این مثلثی که الان هاشون میزنم دو تا مثلث کوچیکای پایین یعنی چی؟ ب س هاش بریم با این یکی یعنی ب س هاش، اگه این دو تا هم نهشت باشن تو اجزای متناظرش این دو تایی که دنبالش میگردیم هم خود به خود برابر میشن. اما چرا؟ مجدد چی داری؟ دو تا قائم الزاویه داری. چون دو تا قائم الزاویه داری باز میریم سراغ وتر. اگر نداشتیم وتر رو برابر نبود بعد میرفتیم سراغ اون سه حالت. مثلا اول سراغ سه حالت نرید توی قائم الزاویه ها. اینا بارها گفتیم. بیا این وتر تابلوه. این وتره دیگه. این وتر چیه؟ سبز است، مثلث سبزه. همچنین وتر مثلث آبی هم هست. پس میگی آقا BC مساوی BC وتر مشترک. جلو نویسی ها رو یکی میپرسم آقا حتما باید بنویسیم. بنویسی بهتره، ننویسی نمره کم نمیشه معمولا، اگر سلیقه تصحیح کننده باشه که میگه آقا حتما دلیلش رو اسمن اشاره کن، بنویسی به خاطر همین بهتره. وتر مشترک دیگه چی؟ وتر یا باید ذیل مشترک ذیل مساوی داشته باشی یا یه زاویه تند مساوی. ببینیم چه خبره. زاویه تند با هم برابرن. الان که زاویه B از مثلث آبیه با زاویه C از مثلث سبزه با هم برابرن. چرا برابر بودن؟ توی یکی از قضیه ها اثبات کردیم که در هر مثلث متساوی ساقین دو زاویه مجاور قاعده با هم برابرن. پس زاویه B مساوی زاویه C. تمام. دوست داشتی هم بنویس هاش مساوی هاش بریم مساوی 90. میشه حالت چی؟ وتر و یک زاویه تند. وتر و یک زاویه واف ز. وقت مثلث ب س هاش بریم هم نهش میشه با ب س هاش. از اینجا تو اجزای متناظرش خود به خود این اتفاق میفته، یعنی به هاش مساوی سه هاش بریم. سوال 4 گفته آب با سده موازیه. موازی تابلو مساوی نیست. اندازه MC را به دست آورید. راستی همینجا من یه حرف بی ربطی بزنم، ربطی به سوال نداره. اگر یه همچین چیزی دادن به شما بعد اینجا میگفتن آب مساوی سده هم هست، بعد نگاه میکنی آقا این سوال غلطه، آبه که با سده مساوی نیست ها. ما به درستی یافته هایمان از طریق مشاهده اطمینان نمی کنیم. اگه سوال گفته مساوی مساوی فرض کن، حتی اگه شکلش هم دریوری بود، شاید شکل سه بعدیه، یعنی این جلو پرسپکتیو نها کنید، اگه اینو پرسپکتیو فرض کنی یعنی یه فاصله دورتری باشه این با این برابر میشه دیگه. پس اگر سوال گفته مساویه اینو برای چی میگم؟ شما سالهای بعد یا حتی امسال یه جاهایی تو تیسوشان دارید، هندسه فضایی دارید، یعنی تو هندسه فضایی میبینه یه ذیل کوچیک با یه ذیل بزرگ برابر داده، خب برابر هست، چرا تو فاصله دور اون ذیل بعدی. پس این یه نکته. حالا اینجا که دیگه هندسه صف هست، هندسه فضا نیستش، اینجا دیگه تابلو مساوی نیست، فقط موازیه. علامت موازی هم به این صورته. اندازه MC را به دست آورید. MC رسمش بذار X. خب این دیگه همنهشی نیست، همنهش باید برابر باشه. میریم سراغ تشابه. این دوتا مثلث متشابهن. بنا به چه حالتی متشابهن؟ بریم ببینیم. بچه ها کنید این دوتا موازی هم، این خط هم قطعشون کرده مورب، پس این زاویه تند پایین با تند بالا برابره، یعنی زاویه سی با پی برابره. از طرف دیگه این زد رو نگاه کنید، باز این دوتا موازی هم، این دفعه این مورب، زاویه دی هم با آ برابر. تمام، دو تا زاویه برابر پیدا شد. وقتی دو تا زاویه برابر پیدا بشود، حالا اینو اشاره کنیم من بد نیست، میگیم آقا مثلث آ ام بی همنش نه تشابه به این صورت بود، متشابه با ام سی دی، اون وقت نسبت بین عضلاشو می‌نویسی. اسم حالتش هم چی بود؟ بنا به حالت دو زاویه، بنا به حالت دو زاویه اینا برابر شد. نسبت تشابه یا نسبت بین عضلا، اون که به درد میخوره من می‌نویسم. خب نسبت بین عضلا اینجا چجوری بنویسیم؟ دو تا زاویه مساوی پیدا می‌کنی از بالا پایین، این B این C، روبرو به B چیه؟ 3، روبرو به C 8، یا 3/8. مثل این دفعه اینو پیدا کن، اول کوچیک‌تر نوشتم، آ با دی مایه برابر نیست، روبرو به آ چیه؟ 2، روبرو به دی چیه؟ ایکس. حالا ایکس هم اینجا پیدا میکنی، ایکس میشه 8 ضرب در 2 تقسیم بر 3، 16/3. نمیخوام کسری رواج کنیم، ساده نشد کسری مینویسیم. اینم از این مسئله. بریم سراغ سوال 5. در شکل مقابل ثابت کنید که، خب این دوتا فرض نیستن حکمن، پس اینا جفتشون حکمن، این دوتا بعد چی بشه؟ اثبات بشه، اینا حکمه. زاویه PTQ یعنی این زاویه، میخوایم ثابت کنیم این زاویه با این زاویه برابره. خب بعد اثبات کنیم، همینطوری که نمیشه. و PQ پاره خط PQ یا ضلع PQ میشه این، با TS برابره این. پس حکمات معلوم شد. فرض چی داده؟ همین خطایی که داده فرضه. خب این سوال یه حرف جدیدی که نه، حالا یه حرفی داره میگه آقا هر وقتم این تیک یا این خطا گذاشتم نیازی نیست تو فرض اشاره کنم برابریشو، این خطا رو دیدی یعنی برابره، پس این سه تا تیکه با هم برابره. پس بعضی وقتا دیگه تو سوال اشاره نمیکنن، این دو تا تیکه هم با هم برابر، این جزء فرضای توه، اونو باید اثبات کنی. خب بریم اول سراغ این دو تا زاویه چرا برابرن. این مثلث رو نگاه کنید، این مثلث چیه؟ متساوی ساقین هست یا نه؟ حالا دیگه این دو تا ساقشه. تو مثلث متساوی ساقین زاویه مجاور قاعده با هم برابر، یعنی این زاویه، زاویه R1 مثلا با زاویه T1 با هم برابرن. چه جوری بنویسیم این آن؟ نوشتنش مهمه. میگیم آقا مثلث، یا اینطور بگیم مثلا، بگیم آقا TQ مگه مساوی با QR نیست؟ بنا به فرض نتیجه میگیم که مثلث QTR متساوی ساقینه. وقتی این متساوی ساقین باشه، از این چی نتیجه میگیریم؟ اینجا جا نیست من پایین می‌نویسم، مگر نه شما باید جلو بنویسید اگه جا بود. نتیجه میگیریم که طبق قضیه‌ای که خوندیم زاویه T1 با زاویه R1 برابره. علامت زاویه هم یادمون نره. خب T1 که با R1 برابره، چرا بغلیاش؟ خب زاویه خارجیاش مکملاشون هم به هم برابر میشه. همین حرف رو میخوام من از طریق نوشتن استدلالی تو هندسه بیان بکنم. میگم چی کار میکنیم؟ میگیم آقا وقتی اینا با هم برابرن، قرینه هاشون هم برابرن دیگه، یعنی ضرب در یه منفی کن، یعنی میشه منفی T1 مساوی منفی R1. خب بعد طرفین رو به طرفین، اینجا چیکار کنم؟ طرفین رو در یه منفی ضرب کردم، طرفین. حالا طرفین رو به علاوه 180 کن، میشه چی؟ اینور میشه 180 منهای تی یک، این برم میشه چی؟ 180 منهای آر یک. 180 منهای تی یک یعنی چی؟ یعنی همون آر دو من، یعنی همون زاویه‌ای که میخواستم. حالا آر دو ننویسین، هرچی که سوال خواسته. 180 منهای تی یک، ببخشید اینجا نبود، اینجا 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 این وری من میشه چی؟ پی تی کیو. پی تی کیو 180 منهای آر یک. حالا اومد اینور 180 منهای آر یک یعنی چی؟ یعنی همین تی آر اس. یکی میگه آقا این که از اون اول تابلو بود، معلوم بود، واقعا باید این حرکاتو بزنید. بله اصولیش اینه، ولی میتونی به جای همین حرفا فارسی بنویسی چی؟ بنویسی چی؟ مکمل‌های دو زاویه مساوی با هم برابرند، بعد سریع نتیجه رو بگیری. این فارسی نوشتنشه، اما اصولیش اینه. اصولیش رو یاد بگیرید بهتره. قسمت بعد PQ چرا با TS برابره؟ اگه ثابت کنم این دوتا مثلث با هم نهشتن، خود به خود اینم که تابلوه این برابری دوتا مثلث هم نهشیش مشخصه. این که با این برابره، یعنی می‌نویسم نگاه، میگم قسمت بعدو داریم حل میکنیم، میگم بله QT با RS برابره طبق فرض، PT با PT با TS برابره. خب اینم با این برابر شد، زاویه بینشون هم که اینجا برابره دیگه، یعنی همون مثلا T2 و R2. T2 هم با R2 زاویهش برابر شد، چه حالتی میشه؟ میشه دو ضلع و زاویه بین از این با دو ضلع و زاویه بین از این، یعنی زاد ز زاد. اسم مثلثاتو بنویس، P T Q همنهش با T R S. اون وقت تو اجزای متناظرش این اتفاق میفته، P Q مساوی میشه با PQ مساوی شد TS. و سلام، اینم اثبات شد. دو تا مثال دیگه حل کنیم تو این قسمت و بقیه‌اش میمونه واسه کلیپ بعدی. سوال 6، در شکل مقابل AF را بیابید. یعنی این قسمت رو اسمش گذاشتیم X که راحت‌تر باشیم باش. خب بچه‌ها نگاه کنید، این هم نشی که نداره، دو تا شکل متشابه داریم، یه مثلث ABC و یه مثلث چیه؟ FEC. با هم متشابهن. چرا با هم متشابهن؟ دو تا زاویه مساوی دارن دیگه. یه دونه آه که با ای برابره، یه دونه هم زاویه سی تو جفتش چیه؟ مشترکه. الان زاویه سی هم مال این مثلث کوچیک است، هم مال مثلث بزرگ است. خب پس این میشه متشابه. حالا بریم نسبت بین اضلاع بنویسیم، ببینیم ایکس رو میتونیم به دست بیاریم. ببینید دقت کنید، نسبت بین اضلاعی می‌نویسیم که به درد بخور باشه، یعنی فعلا دوتای اولش نوشته شه، شاید سومی اصلا به دردمون نخوره. شما میتونی هر سه تاشو بنویسی چون سه قسمت بود. خب ضلع روبرو به زاویه C تو مثلث کوچیکه چیه؟ دوه. ضلع روبرو به همین زاویه C تو مثلث بزرگه چیه؟ دو رادیکال 5. تا اینجا دارم نسبت تشابه می‌نویسم ها. یه دونه دیگه، خب ای که با آ برابره، پس از من قبول کن که اف یکم با بی برابر میشه، پس این دوتا هم با هم برابر میشه. خب دارید میبینید روبرو به اف یک چیه؟ ای سه. ای سه رو نداده، خب میتونی با فیثاغورس اینو به دست بیاری. با فیثاغورس برو، میشه 3 به توان 2 منهای 2 به توان 2 میشه چی؟ 9 منهای 4. 9 منهای 4 میشه 5، پس این میشه رادیکال 5. پس اینو باید از طریق فیثاغورس خودت به دستش بیاری تا راحت تر انجام بشه. رادیکال 5، پس ضلع روبرو به F1 تو مثلث کوچیک شد رادیکال 5. خب F1 تو مثلث بزرگه با چی برابر شد؟ با B. ضلع مقابل زاویه B میشه چی؟ x به علاوه 3، یعنی اینجا تا اینجا 3 رو داره، x میشه x به علاوه 3. حالا این معادله کسری رو باید حل کنی. تو همچین معادلات کسری ترقیم وسطین راحت ترین کاره، یعنی اینو میای در این ضرب میکنی طرف وسطین، اینم میای در این ضرب میکنی، مساوی هم قراره، پس مساوی بذار باشه. خب این در این ضرب چه چی میشه؟ میشه 2x به علاوه 6. اینم در این ضرب کن، رادیکال 5 ضرب در رادیکال 5 میشه 5 دو 5 تا 10 تا از اینجا 2x رو نگهر میداری، 6 میاد اونور، 10 منوی 6 4 x میشه 4 دوم x شد 2 پیدا شد. بریم سوال 7. سوال 7 رو دقت کنید، یه سوال مهمی هم هست به درد بخوره، خصوصا تو تست. بچه‌ها توی تست ها که نمیان استدلالی برخورد کنم بشین اثبات کن، مثلا تو تست میشه اثبات آورد؟ نه، معمولا تو تستا تو هندسه یا میان مقدار ایکس رو به دست بیارید یا مقدار پاره خط به دست بیارید یا مقدار زاویه به دست برید دیگه، غالبا اینجوریه، یا بعد زاویه به دست بری یا پاره خط یا مقدار ایکس و ایگرگ یا به هر حال یه مجهولی بعد به دست بیاری که بتونی تستیش کنی سوالا. پس اثبات یا صورت‌هاش خیلی کاربردیه ولی بطن اثبات خیلی نه. الان میخوام اینو حلش کنم، الان از من آ رو میخواد، اگه بخوام با استدلال اینو بخوام برم خیلی مفصل میشه. یکی از راه‌های خیلی میانبر چیه؟ روش تغییر متغیره یا معاون مجهول هم بهش میگن، یعنی آنچه که میخوای یا آنچه که به دردت میخوره رو ایکس بگیر. این روش معمولا تو مثلث‌های متساوی ساقین خیلی کاربرد داره. الان میگم زودتر بگم سریع، اینی که میخواد و اسمش بذار ایکس، پس این آ رو میذارم ایکس، بعد با ایکس کار میکنم تا به دست بیاد. روش تغییر متغیر بیشتر تو مثلث‌های متساوی ساقین و اونهایی که زاویه خارجی دخیلشن، متمم، مکمل، زاویه خارجی، مثلث متساوی ساقین تو بطن سوال هست. بیا ایکس گذاری کن یا آ بذار، ب بذار، هر چی دلت خواست. پس آنچه که میخوایم ایکس. حالا نگاه کن ببین اینجا رو خوب دقت کن، این مثلث دستم روشه، ببین این مثلث متساوی ساقینه. راستی اینا رو عقب مسئله داده گفت این 4 تا تیکم، این 4 تا قطعم فرض کنه با هم مساوی باشه، هیچ داده دیگه نداده، یعنی هیچ اندازه زاویه یا ذیلی دیگه نداده، اما مقدار آ دقیقاً بر حسب درجه به دست میاد، یه عدد به دست میاد. بدون داشتن عدد ما میتونیم ایکس رو با عدد پیدا کنیم با استدلال. خب پس این شو متساوی ساقین، تا اینجا درست؟ اگه این ایکس باشه پس اینم میشه ایکس، زاویه های مجاور قاعده است. خب این زاویه رو ببینید، این مگه زاویه خارجی واسه این مثلث اسمش رو مثلا چی؟ ام، مثلث آ ام بر فرض دی، این مگه زاویه خارجی نیست؟ بله زاویه خارجیه. وقتی زاویه خارجی باشه، زاویه خارجی برابر با چیه؟ مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور، ایکس علاوه ایکس میشه چی؟ 2x. مجدد یه متساوی ساقینی دیگه، همینجوری مرحله مرحله پیش میریم. خب این ساقا با هم مساویه، پس این دو تا زاویه بغلش هم با هم مساوی، یعنی 2x این باشه 2x پس اینم میشه 2x، چون متساوی ساقینه. حالا واسه مثلث ADB این میشه زاویه خارجی، زاویه خارجی محسوب میشه دیگه، اینی که من کشیدم زاویه خارجی واسه اینه. این میشه چی؟ میشه x علاوه 2x میشه چی؟ 3x. اگه این 3x باشه پس زاویه C هم میشه 3x. خب یه متساوی ساقینی دیگه اینجا دارم که حالا نوشتیم 3x. اندازه اینو هنوز پیدا نکردیم ولی میشه پیدا کرد. خب سوال از طرفی گفته مثلث ABC هم متساوی ساقینه، یعنی AB مساوی AC، یه متساوی ساقین دیگه اینجا دارم. ببینید 4 تا مثلث متساوی ساقین مسئله رو حل میکنه. وقتی متساوی ساقین ABC این 3x باشه، این کل اینا مجموع 3x باشه، 2xش که اینجاست، یه x میفته سهم اینجا که مجموعش بشه چی؟ مجموع اینا بشه چی؟ 3x. حالا ببین یه 3x اینجا داری، یه 3x اینجا داری، یه x هم اینجا داری، مجموع اینا باید بشه 180 دیگه، چون مال یه مثلث ABC است. پس x به علاوه 3x به علاوه یه 3x دیگه، این بعد میشه چی؟ 180. 3 با 3 با 1 میشه 7x، پس x میشه 180 هفتم که مقدار اعشاری میشه.